तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की। کار تو فعلان آشپزخونه است، فهمیدی؟ آشپزخونه. ماما چی کار داری میکنی؟ تو داری گریه میکنی؟ نه نه، من داشتم نصیحتش میکردم که تا کی میخوای اینجوری زانوی غم بغل بگیری بشینی؟ بعضی وقتا میبینی این گوشه میشینه گریه میکنه، اون گوشه گریه میکنه. اونا آدمای درستی نبودن، خودتو شوک کن، فهمیدی؟ خودتو مشغول نگه دار، به خود قدیمیت برگرد. ببینم الان حالت بهتره؟ اما مامان خیلی تبش شدیده که الان خیلی حالش بده، شما هم دارین بهش کار میسپارین، این که نمیتونه انجام بده. من فقط نه نه زنم راست میگه، من نه خیر نمیشه، اینجا اونقدر آدم هست که کار کنه. را بیافت، باید استراحت کنی، داروهاتو بخوری، امروز استراحت میکنی شاید فردا حالت بهتر بشه، گرفتی؟ امروز خیلی خسته شدیم. خستگی جسمی که چیزی نیست، اون که با یه قرص مسکن خوب میشه، اما این موجودی به اسم حاله که بدجور روی اعصابم داره راه میره. واسه اون هیچ قرصی تأثیری نداره. یه قرص هست، اونم یه قرص قوی. کاش. شما که بحثو عوض کردی، اما نکنه حمزه چیزی شنیده باشه؟ به خاطر اون دختر اولین باره که توی چشای پسرم شک پیدا شده. من توی چشماش آثار بدگمانی رو دیدم سوفیا. حالا شما تلاش خودتو کردی تا بحثو عوض کنی. من که میگم حرف زدن با حمزه فایده ای نداره. شما فقط حالا رو صدا بزن و بهش هشدار بده. بهش بگو اگه یه وقت با حمزه دیده بشه اصلا براش خوب نیست. بهش گفتم، بازم بهش میگم. اما مراقب باش، شما وقتی از حال عصبانی میشی اون وقت نمیتونی خودتو کنترل کنی، و اگه حمزه ببینه اون وقت شما از چشمش میافتی دیگه. پیش اون مقام خیلی بلندی داری، اون خیلی بهت احترام میذاره. خواهش میکنم بعد به دلم راه نده سوفیا، حمزه فقط پسرم نیست، اون سرمایه زندگی منه، زیباترین چیزیه که توی زندگیم دارمش. حتی با فکر از دست دادنشم نفسام بند میاد. نه نمیذارم اینجوری بشه. اما تو هم درست میگی، از این به بعد حواسم هست. من میرم برای چایی بیارم. داداش گوشی از دستم افتاد شکست، وقتی حقوقا بیاد یه گوشی جدید میخوام. با خواهش و تمنا که چیزی درست نمیشه داداش من، یه جوری میگذرونم دیگه، باید شکممو سیر کنم. داداش من به خاطر مامانم خیلی نگرانم، حالش اصلا خوب نمیشه، یه چند تا آزمایش داره، اگه یه مقدار پول بتونی بهم قرض بدی من زود برمیگردونم بهت. آره باشه باشه، درسته. چقدر شد؟ شما که هیچ وقت غمگین نمی شدین، شما مامان بزرگ قوی منین. وای دخترم، بعد من چی سرت میاد ها؟ این چه حرفیه؟ من و شما با هم میمونیم، شما خیلی زود سرحال میشین، اون وقت ما شیرینی میخریم و یواشکی میخوریم، نمیذاریم کسی بفهمه. عزیزم من دختری نداشتم، اما تو توی زندگیم اومدی. تو میدونی که من سمین و رومیم دوست دارم، اما میدونی عزیزم که تو برای من خاصی. میدونی مگه نه؟
من دیگه به کسی امیدی ندارم. این رسولم آدمی مثل نویدو برات پیدا کرد. برای حمزه، سمینو و برای رومی هم که آدم مناسبی پیدا میکنه. خب کشی، من خوشحالم مامان بزرگ. باید خدامونو شکر کنیم، مگه نه؟ از دستشون راحت شدیم. اما دخترم، من اینو میخوام که قبل از این که از این دنیا برم تو سر خونه زندگیت بری. این چه حرفاییه که میزنین مامان بزرگ؟ چی کار کنم دخترم؟ فقط دلم انگار یه نتای بدی میده. شما که زن خیلی قوی هستین. آدم های قوی تر از منم چرا این مرگ نتونستن هیچ مقاومتی بکنن؟ مامان بزرگ، دخترم این پرده ها رو بکش، نور خیلی به چشمام میزنه. آشپزخونه رو به این وضع میذاری و میخوای بری آموزشگاهت؟ نه زنم، وقتی برگردم همه کارا رو انجام میدم. معلم دوام میکنه، خیلی غیبت داشتم. اون غیبتات که به خاطر عقدت بود مگه نه؟ بعدش هم که به دل خودت تب کردی، درسته؟ یه روزم به خاطر من غیبت کن چی میشه؟ تب که دست من نبود زنم. من دارم میرم مامان، خدافظ. به سلامت. یه لیوان چایی برام درست کن بیار. امروز خیلی خوشحال به نظر میریسی داده چشمت، چه آهنگ خوبی هم گذاشتی. آره خیلی خوشحالم. که چی؟ شما چطورین سمین خانم؟ منظورم اینه که از دیدن خوشحالی من خوشحال نیستی شما. خوشتیپیتون چه ربطی به من داره؟ بدون فکر هرچی به دهنتون میاد میگی. معذرت میخوام، شروع تو فراموش کرده بودم، از این به بعد حواسم هست. در واقع زمانی خوشحال شدم که قطع امید کرده بودم. البته خودمو نمیتونم کنترل کنم. به خاطر این جلفازیای تو اون جرأت کرده امروز با منم حرف بزنه، وگرنه قبلا همچین جرأتی نداشت. به من چه ربطی داره؟ بریم خونه، خودم میدونم چجوری به حسابت برسم. او نه 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 نه، به نظر میرسه امروز تمیزکاری داری. تو هنوز نرفتی؟ دیگه دارم میرم، اومدم آب بخورم. این چرا داره تمیزکاری میکنه؟ تو چرا تمیزکاری میکنه؟ حالا خانم تبد اومده پایین؟ آره خوبم، ممنون. این چرا سر درسش نرفته؟ حتی من از وقتی اومدم آموزشگاهش هم نمیره. تو چرا سر درسات نمیری؟
با چه رویی بره؟ مغزش که از کاه پره، هیچی رو درست نمیفهمه. وقتی نمراتش رو ببینه وقت میفهمی. آره خب وقتی حواسش به جاهای دیگه ای پرت باشه که واقعا؟ من چی میشنوم ماله؟ تو که تنبل نبودی؟ چت شده؟ تنبل شدم. الو اومدی؟ آره من یه دقیقه دیگه میام. آره یه دقیقه دیگه. مامان دعا کنین، یه جلسه کاری خیلی مهم دارم. این چه حرفیه که میگی پسرم؟ برای تو دعا نکنم، برای کی دعا کنم؟ به سلامت دعا کنین مامان. باشه خدافظ. خیلی علاقه داری؟ آره خیلی علاقه داری که حمزه برای دلسوزی کنه؟ صد بار بهت گفتم اونو توی مسائل خودت دخالت نده، دختر یتیم بیچشم و رو فریب کار. یتیم نگین سنم. دیگه زبون در آوردی. خوب باشه نمیگم، اما بچه یتیما چطوری هم؟ چشماتو باز کن مامان بزرگ. مامان بزرگ چی تو شده؟ برو کنار، اینا همش از نحسی و گریه کردنهای توه. من آمبولانس خبر کردم آبجی. باشه درسته. تو کجا میخوای بری؟ منم میخوام با مامان بزرگ برم زنمو. نه خیر تو نمیای، سمیر با من میاد، تو اونجا فقط توی دست و پا میاد. نه زنمو، منم میخوام با مامان بزرگ برم، لطفاً لطفاً زنمو بگو منم برم. بذار بره آبجی، شما حالا رو با خودت ببر. سمین که از صبح بیرون بوده خیلی اون طفلی خسته است. در ضمن من با داداش رسول و جلیل تماس گرفتم، به حمزه خبر بده. نه نه به حمزه خبر نده، بچه‌م امروز اولین روز کاریشه، نمیخواد الکی نگرانش کنیم. در ضمن آدمای پیر اینطور بیمارستان رفتن براشون عادیه. آره آره اینم حرفیه. تو برو ببین آمبولانس نیومده. باشه آجی. میگن سرنگی. آفرین بهت رومی. نخه چیز مهمی نیست، همه چی خوبه. دکتر گفته موضوع مهمی نیست، فقط فشار مامان یکم بالا پایین میشه که تو این سن اونم نرماله. شب همینجا نگهش میدارم؟ آره امشب اینجا میمونه، دارم فکر میکنم کی پیشش بمونه. تا منو ببینه دوباره فشار خونش بالا میره، پس من که نمیتونم بمونم. با جلیل تماس گرفتم که حاله رو بیاره، من و حاله امشب اینجا میمونیم. فقط یه نفر اجازه میدن بمونه؟ پس حاله پیشش میمونه. تازه اون مراقب مامان هست و مامانم باهاش احساس راحتی میکنه. من صبح زود بر میگردم. حالا زنگ بزن ببین چرا نیومدن. آره واقعا چرا نیومدن. من باهات قهرم، از این به بعد دیگه سعی نکن با من حرف بزنی. ولی اشتباه من چیه پرنسسم؟ هن؟ پرنسس؟ آیر تو توی ماشین دخترها رو میبینی چرا دیوونه میشی؟ به خصوص جلوی رومی، اگه شک میکرد چی؟ آها رومی خواهر زن شیرین زبونم. دیگه چی؟ در ضمن فقط تلفنی حرف بزنی؟ رو در رو دیگه هم دیگه رو نمیری؟ ببین من دیگه نمیتونم اینجوری تحمل کنم. این یعنی از اینکه گفتم صبر کنی اشتباهی خیلی بزرگی کردم. ها
هم تو قصدت اینه که به مشکلاتم اضافه کن. چه مشکلاتی آخه؟ کدومشو زودتر بگم؟ ولش کن. نه نه نه، ولش کن که نشد، حرف بزن، زود باش. بابای من اون منو اینجا تنها ول کرد و خودش رفت لندن. اونجا یه خانواده داره، اما اینجا من کلفت این خونم. من میخوام درس بخونم، رو پای خودم وایستم. اشمت میدونی تو به امروز هیچکی با محبت صدام نزده، برای همین وقتی تو پیدا شدی من دویدم و پیش تو اومدم، اما الان تو هم. نه نه دختر، من چرا بخوام به مشکلاتت اضافه کنم آخه؟ من که غم تو رو با همه وجودم حس میکنم، همیشه تو رو خوشحال نگه میدم. ممنونم عشقت. مامان بزرگم چش شده؟ من یه آمپول می نویسم، باید برین اونو بیارین. اون آمپول حتما دردشو تسکین میده. آمپول؟ از کجا؟ ما از داروخونه، مگه جای دیگه هم هست؟ ولی عمو گفته بود بیمارستان خودش حواسش به همه چی هست. ببینید، مسئولیتایی که به من مربوطه رو من انجام میدم، اما این آمپولا باید از داروخونه براش بگیرین. حالا میخواین برین دارو رو بگیرین یا بازم میخواین بحث کنین؟ ببخشین خانم، من نمیتونم آمپول 4000 رو بهتون قرض بدم. خواهش میکنم، من قول میدم فردا صبحمون بیاد همه ی پولو بهتون بده. راستش خانم، مدیر بهمون اجازه نمیده و خودمون کارمند اینجاییم، کاری از دستمون بر نمیاد، نمیتونیم الکی به هر کسی قرض بدیم. خب مدیرتون چطور میخواد بفهمه؟ میتونین دارو رو بدین؟ خانم اون بالا دوربین هست، در ضمن همه چی ثبت میشه، نمیتونم بهتون کمکی بکنم، ببخشین. شما با خونتون تماس بگیرین، با عموتون یا کس دیگر رو بگیم بیاد، اون وقت میشه یه کاریش کرد. تلفنم ندارم. تلفنم ندارین؟ خب باشه، من بهتون تلفن میدم، شما تماس بگیرید و اونا رو صدا بزنید. این کمک رو میتونم بهتون بکنم. آقا کسی تلفن رو جواب نمیده. خب بازم تماس بگیرین، یه شماره دیگر رو امتحان کنین. یه شماره دیگه؟ الو کیه؟ الو حمزه. تو از کجا تماس گرفتی؟ من بیمارستانم. بیمارستان؟ چت شده دختر؟ حاله 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 حاله، گریه نکن دختر، یه لحظه حالا حرف بزن. برای مامان بزرگ آمپول نیازه، ولی پیش من پول نیست، هیچکی هم اینجا نیست. چی؟ مامان بزرگ؟ خدایا، خیلی خوب، باشه نگران نباش، بگو کدوم بیمارستانین، من تا 5 دقیقه دیگه راه میافتم. باشه؟ آره آره نگران نباش. باشه خدافظ. آمپولو تزریق کردم، تا فردا صبح احتمالاً حالش بهتر میشه، شاید بشه مرخصش کرد. خیلی ممنونم، متشکرم دکتر.
مامان بزرگ خوبه. ولی اگه تو یه ذره دیرتر می اومدی چی می شد؟ حالا که اومدم دیگه. آروم باش. بیا بریم یه چیزی بخوریم. حالی تو را میری جلو تو نگاه نمی کنی؟ خوابیده؟ خیلی خوب گوش کن. دستگاه کارتخانه بیمارستان خرابه. من پول نقد زیادی ندارم. پس تو اینو نگه دار. اگه بازم چیزی نیاز شد از این کارت میتونی استفاده کنی و کارت را میفته. باشه؟ من نمیدونم چطوری ازش استفاده کنم. چی؟ چیو نمیتونی استفاده کنی؟ این نمیدونی چطور از این کارت استفاده کنی؟ پس عمو نفیس وقتی پول میفرسته اونو چطور میری میگیریش؟ ها؟ برای من که نمیفرسته، منظورم اینه که برای عمو جون میفرسته. تو حساب نداری حاله؟ حساب بانکی نداری حاله؟ یعنی این کدوم قرنه که زندگی میکنی میدونی؟ آره قرن 21. پس چرا مثل دختره قرن 18 حرف میزنی؟ ها؟ بیا اینو بگیرش، حواست بهش باشه. اگه برای داروی چیزی نیاز شد این پول استفاده کن. من میرم دستگاه بیرون از بیمارستان رو ببینم. داری چی کار میکنی حاله؟ توی کیف پولت بذار دیگه. کیف نداری؟ من کیف ندارم. نداری یعنی نیاوردی یا اصلا نداری؟ ندارم. شما اینجا وایستادین؟ من دنبال شما میگشتم. مامانتون خیلی حالش بده. لطفاً با من بیار. باشه بریم. خیلی خب من میرم بیرون برمیگردم. الان دیگه برای چی گریه میکنی؟ اگه مامان پسوگ چیزیش میشد چی؟ تو از مامان بزرگ نمیترسی نه؟ ترس؟ اونم از مامان بزرگ؟ من که خیلی میترسم. الانم دارم میترسم. مگه کسی از مادرشم میترسه؟ مامان بزرگ هیچ وقت نذاش من کمبود مادر رو حس کنم. و بابات؟ اونو هیچ وقت فراموش نکردم. میخوام یه چیزی رو بهت بگم. مامان بزرگ تو رو از همه بیشتر دوست داره. مامان بزرگ به هم گفته بود که از همون اول عاشقم شده. چی شده بود؟
گفتی چی؟ چی؟ یواشتر بیمارستانه. نگفت که کی و چطور شد؟ مگه عاشق شدن زمان خاصی داره؟ خودش خود به خود میشه دیگه. چه اینطور؟ اون بیسکویتو میدیش به من؟ گشنه شده؟ دیشب شام نخوردم واسه همین. یعنی از دیروز که نهار خوردی دیگه هیچی نخوردی؟ حالا الان 5 صبح شده. ای بابا صبر کن من برای یه چیزی. نه لازم نیست. گرسنه. نمیرم. نه نمیخواد. صبر کن دیگه. همه درد و غمات که تموم شده نه؟ اما این لبخند روی صورتت اصلا از صورتت پاک نشده. تو اینجا چی کار میکنی؟ حاله فقط منو پیدا کرده بودی که بازیم بدی. نه من بازیت ندادم، تو بازیم دادی. در ضمن چه زندگی شادی داری؟ با پسرموی خارجیت عقد کردی و همه ی درد و غمات فراموش شد. کدوم عقد؟ خودتو به اون را نزن. تازه من دیگه فریب اون صورت مظلومتم نمیخورم. همه چی رو با چشمای خودم دیدم. تو چی دیدی؟ واسه خودت چرت و پرت میگی؟ من هیچ کاری نکردم. تو بازیم دادی. تو نامزد شفق بودی. اون تنها دوستم بود. مزخرف نگو. به خاطر تو زندگیم نابود شد و رفت. دیگه خونه‌ای برای زندگی ندارم. مامانم به خاطر این اتفاق گوشه بیمارستانه و مقصر همه اینها توی تو. برو عقب فایلو داد میزنم. داد بزن، داد بزن تا اون شوهر خارجیت بفهمه که تو اینجا شما داری. شما هنوز دارو رو نگرفتین؟ بله بله آوردم. با من بیا بریم. ببینم این پسره کی بود؟ با تو هم کی بود؟ پرسید دکتر کجاست؟ خیلی خب بیا 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 غذاتو بخور بیا بشین بیا. وقتی بیمارستان تنهاش میذارین حداقل بهش پول میدادین دیگه. پسرم اون موقع شب انقدر گیج بودم که اصلا حواسم نبود. و تو چه نیازی بود با حمزه تماس بگیری؟ مگه ما مرده بودی؟ من با عمو تماس گرفته بودم. حمزه هم تلفن خونه رو جواب داد. عجب، من که تماس از دست رفته ندارم. این بچه گوشی هم نداره. محض رضای خدا مگه چند سالشه؟ چرا گوشی نداره؟ من که بهش گوشی داده بودم. گوشیت کو؟ خراب شده. خراب شده که من چی کار میتونم بکنم؟ شما دوتا هم اومدین خونه، یعنی مامان اونجا تنها گذاشتین؟ خب عمو جلیلم اومد دیگه، واسه همین اومدیم. باشه منم میرم. مامان گوشی منو ندیدی؟ نمیدونم چرا پیداش نمی کنم. گوشیت؟ این حاله، منظورم اینه که پشت بالشت بود. نه
این اینجا چی کار میکنه؟ پیش تو بود. اگه پیشش بود که از تلفن داروخونه تماس نمیگرفت. پیش تو بوده مگه؟ نه. حالا بیا پسرم، چشمت خیلی خسته است، بیا صابونتو بخور و بعدشم بخور. نه خیلی، ما صابونه خوردیم و اومدیم. من میرم میخوابم. ما؟ بابا، اونا آدمای خوبی نبودن، اونا طماع بودن، فقط پول میخواستن. در موردم حرفای خوبی نزدن، بعد دعوا شد. اونا میخواستن که ما... برو اونور ببینم، برو اونور. زنم اون... تو داری به حرفای کی گوش میدی نفیس؟ تو نمیدونی این دخترت با چه مهارتی دروغ میگه؟ نه ساکت، ساکت شو. دخترت سر سفره عقد نگفت. نه زنمو. هر دوتا عموش آبرو براشون نمونده. مامان بزرگش کارش به بیمارستان کشیده شده. اینطوری نگیر. ببین دیگه از این به بعد با همون تماس نگیر نفیس، وگرنه هممون زهر میخوریم و خودمون رو میکشیم. به ما دیگه ربطی نداره، مامان بزرگ میدونه و نباش. خدا نگهدار. دخترت سر سفره عقد نگفت. هر دوتا عموش آبرو براشون نمونده. مامان بزرگش کارش به بیمارستان کشیده شده. گوشی منه، بیا دیگه، بیا دیگه. چرا زل زدی به من؟ با بیرون از پاکستان میشه تماس گرفت؟ آره میشه، باید کدشو بزنی. مگه قبلا تماس نگرفتی؟ تو اینجا توی اتاق حمزه چی کار داری؟ چیزی نیست ماما، میخواست یه تماس بگیره، همین. اومده بود گوشیمو میخواست. با کی تماس میگیری؟ با هیچ کس. ولی حالا تو که الان گفتی میخوای با یکی تماس بگیری و خیلی مهمه. چی داری میگی؟ مگه قبلا قبول کردی که الان قبول کنه؟ این خانوم مثل آب خوردن دروغ میگه. به هر حال تو همینجایی، منم اینجا، پس میبینیم. چی شده حاله؟ همین الان گفتی میخوای تماس مهمی بگیری، با کی میخواستی حرف بزنی؟ با بابام. چرا؟ با بابا چه حرفی میخوای بزنی؟ چی کار میکنی مامان؟ آرومتر؟ آرومتر چی؟ باید بفهمیم این بابا باش چه حرفی میخواد بزنه که یواشکی گوشی لازم داشته. دیگه نمیخوام حرف بزنم. حاله؟ یعنی چی دیگه نمیخوای حرف بزنی؟ بیا تو حرف بزن. من چه حرفی بزنم آخه؟ بهش بگو چرا اون روز مراسم عقد به هم خورد. تو خودت شاهدی نه؟ بهش همه واقعیت رو بگو. حالا سب کجا؟
مامان اینجا چه خبره؟ چرا من حرف بزنم؟ مگه با عمو نفیس حرف نزدین شما؟ الان از من بازجویی میکنی؟ شماره رو بگیر، با عمو نفیست حرف بزن، همه چی رو بهش بگو. اگه آقای محترم تلفنشو جواب بده، مگه قبلا به کسی گوش داده که الان گوش بده؟ نمیفهمم حمزه چرا اینقدر براش دلسوزی میکنه آخه؟ خودش میخواد براش دلسوزی کنه. هر لحظه و هر دقیقه جلوش راه میره. با این همه تهدیدی که کردی بازم حالا به کی زنگ میزنی؟ جلوی خودت حرف میزنم. الو؟ الو خورم، من شهناز هستم، زنموی حاله هستم، شناختی؟ آره. چطور میتونم صداتونو فراموش کنم؟ خب چرا با من تماس گرفتی؟ پسرم خورم، من داشتم فکر میکردم که ازدواج زوری به درد نمیخوره. تو و حاله همدیگر رو دوست دارین. الان اگه ما اونو وارد زندگی حمزه بکنیم، بازم اون نه خودش خوشحال خواهد بود و نه میتونه بقیه رو خوشحال نگه داره. پس اینطوری که زندگی سه نفر علکی خراب میشه مگه نه؟ واسه همین پسرم من فکر کردم که ازدواج تو و حاله رو هرچه زودتر. چه ازدواجی؟ کدوم سه تا زندگی قرار خراب شه؟ شما خودتون درگیر چه سوء تفاهمی کردین؟ فقط زندگی منه که خراب شده. دیشب با چشمای خودم دیدم پسر شما اون حاله دروغگو رو آغوش گرفته بود و دلداری میداد. با دستای خودش تو دهنش غذا میذاشت. و شما؟ شما چی دارین میگین؟ کی؟ کجا؟ چطور؟ توی بیمارستان. صحنه خیلی رمانتیکی بود. نه پسرم، برات سوء تفاهم شده. اون دوتا که پیش مامان بزرگشون بودن، فقط پیش هم دیگه بودن. چقدرم به هم دیگه می اومدن. دیگه با من تماس نگی. همه ی خونواده دروغگو و دغل بازی. اینجا چه خبره آبجی؟ کاملا درست میگه. همین الان حمزه گفت که با هم دیگه صابونه خوردن و با هم اومدن. آره. چی آره؟ شما که گفته بودی رسما نامزدی سمین و حمزه رو اعلام میکنین، کی اعلام میکنین؟ نمیدونم عمه کی از بیمارستان مرخص میشه. این دختر با اون صورت مظلومش حمزه رو توی دام خودش انداخته. آخه عمه دیگه چی کار است؟ حمزه فقط پسر منه، فقط مهم منم که باید باشم. امشب با رسول حرف میزنم، تا یکی دو روز دیگه همه چی رو درست میکنم. حمزه و سمین به زودی و همین روزا باید عقد بکنن.